خب دم همگی گرد دیروز سردار حاجی زاده با رسانه المنار حزب یک مصاحبه آتشین داشته و حتی گفته که مسئله موشکی اصلا غلط میکنه کسی بخواد بره در موردش مذاکره کنه و من تصویر این مصاحبه رو یک بخشیشو نشونتون بدم همینجا دارید میبینید که مصاحبه مصاحبه بسیار عالی بوده حرفهایی بسیار مهمی زده شده من چند پاراگراف از این مصاحبه رو تقریبا میتونم کل این مصاحبه رو آماده کردم براتون بخونم چون مصاحبه به صورت تصویری اینا بیرون نیامده و نوشتاری منتشر شده سردار حاجی میگه که غزه و لبنان خیلی مسبب مهمی بوده باید دقت کنیم چون این صحبت نشون میده که واقعا الان روحیه نظامی ها و موقعیت نظامی های ما کجاست میگه غزه و لبنان در خط مقدم این نبرد هستند و هر آنچه از توان موشکی در غزه و لبنان میبینید با حمایت ایران صورت گرفته <applause> ما به هم پیمانان اینا میگفتن که ما جلو ایران رو میگیریم اینا همینجوری به بچه حزب الله موشک رسونده میگه ما به هم پیمانان و دوستان خود در جبهه مقاومت به جای ماهی و ماهیگیری ساخت قلاب ماهی را یاد داده ایم ای خدای من ای خدا. که حرفش اگر بفهمید چقدر سنگینه حتی میگه ماهیگیری هم بهشون یاد ندادیم قلاب ماهی درست کردن یاد گرفتیم قلاب ماهی رو یاد دادیم و آنها الان این توانمندی و فناوری را در اختیار دارند امروز در فلسطین دیگر به جای سنگ از موشک استفاده می شود و همین موجب ترس همه مسئولین رژیم صهیونیستی شده چون توان امروز محور مقاومت دیگر مشابه ده سال قبل نیست گفتم توی این ده سال اتفاقات زیادی رخ داد از 88 تا 98 خیلی اتفاقات افتاده وقتی رهبر انقلاب فرمود ببین تهدید جنگ سوریه دیدی چی شد چه فرصتی شده حالا بعدا میفهمن این دشمنان خوشبختانه دشمنان ایران افکار کوتاه کوتا و خیلی تو افکارشون تو سطح کوتاه حرکت میکنه عمقی ندارن که واقعا بفهمن چه اتفاقاتی چه زیرساختای ای ایران آماده کرده امروز تقاطعی از آتش از فلسطین لبنان سوریه و بقیه کشورهای منطقه به روی رژیم صهیونیستی وجود دارد و اگر در گذشته توان دوستان ما در حد سنگ و راکت بود الان به موشک های نقط زن مجهز هستند و خیلی از آنها این فناوری ها را در اختیار دارند وقتی که رهبر ایران فرمودند اگر غلطی از اسرائیل سر بزند تلاوی و حیفا را با خاک یکسان میکنیم این یک فرمان سراسری بود و ما باید این قدرت را ایجاد میکردیم و این تلاش سالهاست که به صورت شبانه روزی انجام شده یعنی همون دست آقای خامنه ای رو پر میکنم ما حتی اگر همه پایگاه آمریکا در منطقه را هم میزدیم جواب خون حاج قاسم سلیمانی نمیشد ولی ما در زدن عین الاسد در واقع حیثیت و هیمنه آمریکا را زیر ضربه بردیم نه اینکه بخوایم چهار تا سوله را بزنیم دقت کن نفس کار مهم بوده که من میتونم به تو موشک بزنم بس بنابراین اتفاق عین الاسد اتفاق کوچکی نبوده اتفاق کافی نبوده از نظر ما ولی کوچک نبوده اتفاق بزرگی بوده ولی جنگ دو دوم یه همچین اتفاقی میگه ما برای جواب آمریکا یا آماده بودیم و همه توان موشکی هم پای کار آورده بودیم و اگر آنها پاسخ میدادن همه پایگاهاشون رو در اردن عراق و خلیج فارس و همه ناوهایشان را حتی در اقیانوس هند مورد هدف قرار میدادیم پیام پیام روشنیه خیلی مشخصه و آقای تنام گفته بود پنجا نقطه میزنم دیگه دیدی که عملا غلطی نکرد میگه آمریکا و رژیم سهیونسی برای هیچ کجا امنیت نیوردن این حقیقت باش برای خودشون هم ندارن و در اینجا هم اگر آقا شما برو تو آمریکا زندگی کن آمریکا امنیت داره میگه و در اینجا هم اگر اتفاقی رخ در و جنگی صورت بگیرد برای ما پایگاه آمریکا با کشور میزبانش تفاوتی ندارد و طبیعتا بیشترین آسیب را همین کشورهای عربی منطقه میبینن ببین هشدار رو داد به امارات و بحرین حتی قطر حتی قطری که با ما الان ظاهرا دوسته اگر از پایگاه العدیده قطر حالا الزفره بحرین و اینا که سر جاشه اونا که حتما حتی قطری که با ما داره همکاری میکنه اگر از پایگاه العدیده قطر هواپیمای آمریکایی بلند شه و بخواد به سمت ایران بیاد ما اول قبل که هواپیما به سمت ایران بیاد اول باید پایگاه علادری قطر بره هوا این یه هشداریه برای این کشور ببین شما کشور عربی بدانید این دست رو نمیتونید قطع کنید این دست رو نمیتونید قطع کنید و اینو ما بهتون دیکته میکنیم که این دست رو به جای قطع کردن تو توهمتون در عمل و جهان واقعی و میدانی به صورت فیزیکی ببوسید این قضیه اتفاق خواهد افتاد حالا ادامه این توان موشکی قابل م... شیرینی داستان اینجاست میگه این توان موشکی قابل مذاکره نیست و ق... آقای روحانی حسن روحانی تایزاده آیه زیبا کلام این تیکه رو تو رو خدای خوری گوش کنید این توان موشکی قابل مذاکره نیست و غلط میکند داخل پرانتز از خودم میگم حسن روحانی و ظریف کسی بخواهد پرانتز بسته حالا حرفای آقای حاجی زاده کسی بخواهد در این زمینه مذاکره کند <applause> غلط میکنه کسی در مورد موشکی چی مذاکره کنه اجازه مذاکره درباره که توان موشکی به هیچ مسئولی داده نمیشود و این خط قرمز ماست هیچ مسئولی حسن روحانی ظریف بدانید غلط نکنید برید توی منطقه توی چه میدونم ژنو و در ژنو مثلا یه دفعه جان ببینی بخوای مثلا آقای ظریف معذرت میخوام از بینن چوسی بیای براش آقا من اختیار مسئله موشکی رو دارم مذاکره کنیم ما دهن سرویس تو اجازه خط قرمز و... حالا قدرت و توان موشک ما را قدرت و توان موشک ما را میتوان در اظهار نظر دشمنان دید البته یه سری عقب افتادن بودن میگفتن فوتوشاپی که اخراجشون کردن چون موشک های ایران درست نمیدیدن مثل برایان هوک اخراج شد میگه هیچ کس ما را به محدودیت برد 2000 کیلومتر مجبور نکرده چون ما بر سر توان موشکی با کسی صحبت نمیکنیم. این تصمیم خودمان بوده و این برد برای ما دقت کنه آمریکا ابدی نخواهد بود اگر امروز موشک 2000 کیلومتر درست میکنیم، تو مجبورمون نکردی تشخیص خودمونه تشخیص دادیم موشک با برد 2000 کیلومتر داشته باشیم ولی این برد رو ابدی نیست اگه نیاز باشه 2000 تا که هیچی 10000 هزار کیلومترش میکنیم فعلا نیاز داریم 2000 کیلومتر نیاز بیشتر نداشتیم حالا اونو بخش نظامی تصویر میگیره من نمیدونم من دارم تحلیل میکنم این صحبت‌های سردار آجی زاده سه تا بخش مهم داره بخش اول قدرت موشکی بچه های الله و حماس در نوار غزه رو ایران انجام داده بخش دوم در مورد موشک که میگه هیچکس کس حق نداره بره مذاکره کنه از واژه غلط میکنه استفاده میکنه رسما دیگه گفت مورد سوم که خیلی مهمه میگه موشک 2000 کیلومتر هم بخوایم بیشترش میکنیم یعنی یک مصاحبه سه وچی بود به نظر من و سه تا نکته بسیار مهم داره و این صحبت ها صحبت است که انسان یه خود قرصر میشه که ما تو اون بخش جریان سپای پاسداران جریان بسیار محکم بچه ها پشت همدیگه وایستادن که به یاری مزا استارت این قضیه امپراتوری ایران که زده شده به سرانجام برسه و به مقصد برسه و در این مسیر جریان نفوذ نئولیبرال توان مقابله با ما رو در نهایت نخواهد داشت و بالاخره در یک پیچ تاریخی در یک پیچ زمین مکان و زمان مناسب ما ابتدا از همه این تصفیه حساب های جدی داخلی رو انجام خواهیم داد ما داخل و یک دست خواهیم کرد حتی به سمت تک حزبی شدن خواهیم رفت گفتم بهتون معنی نداره برای مسئله امور کشور چهار پنج تا حزب به جون همدیگر نه این مسخره بازیه هک هزویش میکنی مملکت بره جلو تو این زمین ها ما شوخی نداریم و به یاری خدا ایران مقتدر باید بره به سمت جلو ایران مقتدر نباید متوقف بشه و ایران قوی رو ما از بلقوه بودن به بلفل بودن و از دل تاریخ و تمدن بیرون میکشیم و به یاری خدا با قدرت جلو میریم و امروز این پتانسیل و موقعیت رو داریم ما تا طول این 1400 سال هیچ وقت به اندازه امروز سرباز قیورمن نداشتیم امروز ما یک سپاه پاسداران داریم ارتش داریم کلی نیروهایی داریم که حالا موسوم هستن به جریانات مذهبی و انقلابی ولی در باطن اینها افرادی هستن که در اتوماتیسم تاریخی هر کدوم سرباز حقامنشی هستن و تعدادشون کم نیست ببینید ما نسبت به جمعیت جامعه گفتیم 85 میلیون نه 10 میلیون اینجور افراد انقلابی و مذهبی و اینا دارن ولی همین ده میلیون مگه کمه این ده میلیون سرباز واقعی هست که فقط مشکلش این بوده تا الان مسئله یک بودی در مورد مسئله مذهبی با یک روایت های خیلی چیز میشنیدن بسته محدود میشنیدن حالا یک بال دیگه یک بالشون رو این نظام باز نکرده بود این نظام فقط یک بال شیعه باز کرده بود وای به روزی که بال ملیگرایی که باز شده قشنگ بیاد و هماهنگ بشه با این بال شیعه گری ببینید چه اتفاقی میفته این بال ملی رو ما باز نکرده بودیم خب به یاری اورمزد این اتفاق در چند سال گذشته داره رخ میده و این بال هماهنگیش با بال شیعه باعث میشه که اصلا هیچ قدرتی در جهان حریف ایران قوی نشه و امروز آقای سردار حاجیزاده جز نفرات اصلی این امپراتوری هستن و سرشون سلامت و امیدوارم که واقعا همیشه تندرست باشن و همینجوری با قدرت جلو برن که انسان افتخار میکنه به این قضیه پاینده ایران شب و روزگار خوش همتون رو به خدای ایران میسپرم بدرود